بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجی نصبه گرامی، احوال شما بخیر. امیدوار هستم که صحتمند و به سلامت بوده باشین. آرزو میکنم که در سایر که در گذشته خواندین او را پیش خود کار کرده باشین. ما اینجی نصبه گرامی صمیمانه توصیه میکنم که در مرور درسایتان هرگز غفلت نکنین، چون این درس ها به شکل است که بر یک بار وقتی که میخوانین گوش میگیرین، احساس میکنین که یاد گرفتین، ولی وقت از او فاصله میگیرین و کار نمیکنین و تمرین نمیکنین، بسیار زود فراموشتان میشه. ما توصیه میکنم برتان صمیمانه که در مجیریان روزانه در اوقات روزانه این رو منظم مرور بکنین. درسایتون رو نگذارین بر روز امتحان. چرا درسای فاکولته انجینری بر روز امتحان نمیشه؟ در روز امتحان با جیرتان خون میکنه. خیمه هستان خواهش میکنم صمیمانه که درسا رو منظم کار بکنین، کار بکنین. در صورتی که احساس کردین که مشکل دارین، ما اول برتان میگم این ویدیوها رو گوش بگیرین، کتابتان دموریتان باز شده باشه، بعد از او باز از روی کتابتان دوباره کار بکنین، استادانه کار بکنین، طور کار بکنین که خودتان قناعت ندین، احساس بکنین که قرار است به یک دوستتان، به یک رفیقتان او را قرار است شما دوباره تدریس بکنین. به هر صورت وقتی به مشکل برمیخورین، از یک همسنفیتان یا از استادتان برین، خیلی مؤدبانه از استادتان خواهش بکنین که در این قسمت من مشکل دارم، لطفا نمی قسمت بر ما واضح بساز. به هر صورت من درسای خود آغاز میکنم به نام خدا. به ادامه سلسله دروس مضمون کلکولس یک، در درس امروز خود من میپردازم به بحث اکسپوننشیال فانکشن ها. اکسپوننشیال فانکشن ها را در گذشته ما شما یک تعریف کوتاه کرده بودیم، گفته بودیم این توابعی است که مجهول در توان، در نماس، در اکسپوننت. در این سکشن، در چپتر امروز، در لکچر امروزی ما شما این را تمام اجزایش مورد مطالعه قرار میدیم و از این ما استفاده میکنیم به خاطر مدلینگ حوادث طبیعی. در ختم درس امروز شما تمام خصوصیات، پراپرتی از این و انواع توابع اکسپوننشیال بسیار به خوبی میشناسین. علاوه بر از این شما یاد میگیرین که چگونه به شکل تخمینی و تقریبی رفلی سکیچ بکنین توابع اکسپوننشیال. چند دانه را مثال به شکل نمونه‌ای در نظر میگیریم. به ادامهش ما شما اپلیکیشن اکسپوننشیال فانکشن ها را در مدلینگ حوادث طبیعی مورد مطالعه قرار میدیم. ما شما از توابع اکسپوننشیال استفاده میکنیم به خاطر مدلینگ رشد نفوس، پاپولیشن گروت میگیم و رادیو اکتیو دیکی میگیم. ما شما در حقیقت از اکسپوننشیال فانکشن ها استفاده میکنیم به خاطر تجزیه و تحلیل از این حوادث طبیعی، به خاطر تجزیه و تحلیل از اینا، به خاطر اینکه اینا رو به خوبی درک بکنیم. ما خیمه شما در درس امروزی خود میپردازیم به اکسپوننشیال گروت میگیم، به توابع اکسپوننشیال فانکشن ها میپردازیم، به اکسپوننشیال فانکشن ها میپردازیم. خیلی درس امروز ما شما از اکسپوننشیال فانکشن ها میگیم، اکسپوننشیال فانکشنز میگیم، اکسپوننشیال فانکشنز میگیم، اکسپوننشیال فانکشنز میگیم. توابع اکسپوننشیال یا توابع نمایی در یک جمله رو باید تعریف بکنیم. بگیم توابعی است که متحول در توان، متحول در اکسپوننت، در توان است، متحول در توان است میگیم، یعنی در اکسپوننت قرار داره، متحول ما در اکسپوننت. ما شما نمونه از توابع اکسپوننشیال وقت در نظر میگیریم، با عنوان مثال وای مساوی به دو به نمای اکس. وای مساوی به دو به نمای اکس یکی از توابع اکسپوننشیاله. به خاطر چی؟ به خاطر که متحول در توان قرار داره. ما از درس‌های گذشته خود وای مساوی به اکس مربع را هم به یاد داریم. وای مساوی به اکس مربع این تابع تا پاور فانکشن یا تابع توانه، تابع توانه. تفاوت در دوی از این را شما بررسی بکنیم. از لحاظ ظاهری میگیم مجهول از این در توانه، وقتی ما در نظر میگیریم مجهول از این در توانه، اما مجهول از این در قاعده است. خب این از لحاظ ظاهری، اما از لحاظ کانسپت و از لحاظ مفهومی وقت تفاوت از اینا رو بررسی میکنیم، بیاین یک قیمت گذاری بکنیم. من قیمت میتونم بر اکس قیمت میتونم، قیمت وای بررسی میکنم،
من اینجا بر اکس قیمت میتونم، قیمت وای خود بررسی میکنم، میبینم که اینا از لحاظ مفهومی چه تفاوت دارن. بر اکس قیمت میتونم، قیمت های وای بررسی میکنم، بین شکل اینجا بر اکس قیمت میتونم، قیمت های وای بررسی میکنم. و میخوایم بفهمم که این دو تا تابع ما از لحاظ مفهومی با هم چه تفاوت داره. بر اکس قیمت میتونم، بر وای. اکس ما دومین صاحب اختیاره، هر قیمت که دلش بخواد گرفته میتونه، میتونه صفر باشه، میتونه دو باشه. شما اختیاری قیمت داده میتونید دو، چهار، اما تو ما اعداد جفت قیمت میتونم شش، هشت، ده. عین قیمت ها رو اینجا بر اکس میتونم، صفر قیمت میتونم، دو قیمت میتونم، چهار قیمت میتونم، شش، هشت و ده قیمت میتونم. ما قیمت ها رو وضع میکنم، بعد از اون وضعیت تابع رو بررسی میکنم. هرگاه اکس ما صفر باشه، دو به نمای صفر یک میشه، دو به نمای صفر ما حاصلش یک میشه. هرگاه اکس ما دو باشه، دو رو وضع میکنین، دو به نمای دو چهار میشه، قیمتش 4 میشه. وقتی 4 عوض نمیکنین، 2 به نمای 4 میشه، 2 به نمای 4 16 واحد میشه. شما اینجا در نظر میگیرید 16 واحد. اگر 6 عوض نمیکنین، 2 به نمای 6 وقتی که در نظر میگیرین 64 واحد میشه. قیمتا رو به دست آوردیم. 8 وقتی که عوض نمیکنین، 2 به نمای 8 256 واحد میشه. قیمت تابعی ما 256. وقتی 10 عوض میکنیم، 2 به نمای 10 1024 واحد میشه. اینجا عین کار انجام میتم. 0 عوض میکنیم، 0 میشه. 2 را که عوض میکنیم، 4 میشه. 4 مربع 16 میشه. 6 که عوض میکنیم، 6 مربع 36 میشه. 8 مربع 64 میشه و 10 مربع 100 میشه. ما قیمت گذاری کردم. ما متوجه یک باریکی میشم. متوجه یک باریکی. وقتی ما بردود بین تابع قیمت میتم و به این تابع قیمت میتم، متوجه یک باریکی میشم. انجینر صاحب گرامی، باریکی در چیز؟ من میگم که وقتی من در نظر میگیرم، ما متوجه میشیم که اینجا میگم چند جمله، میگم جمله اول تابع ما زود افزایش پیدا میکنه، سریع قیمت های زیاد میشه. تابع ما زود، تابع ما سریع زیاد میشود، سریع زیاد میشود. شما هرگاه دقت بکنین، سریع زیاد می شود. هرگاه دقت بکنین، 4 بود، یک دفعه به 16 رفت، یک دفعه از 16 به 64 رفت، از 64 یک دفعه به 256. بسیار سریع زیاد شد، بسیار زود زیاد شد، میگیم بسیار زود زیاد شد. اما اینجا وقتی که دقت میکنیم، تابع ما آهسته آهسته زیاد میشه. 4 از به 16 میره، 16 به 36 میره، زیاد زیاد تغییر نمیکنه. شما اینجا اگه دقت بکنید، از 64 یک دفعه به 256 رفت. بسیار یک تغییر فاحشه، یک تغییر بسیار زیاده. از 256 یک دفعه به 1026 رفت. بسیار زیاد تغییر کرد. اینجا کم کم تغییر کرده میره. شما اینجا اگه دقت بکنید، به اندازه 36 واحد تفاوت دارن. اینجا وقتی که دقت بکنین، تقریبا به اندازه 18 ما ایره وقت در نظر میگیرم، اینجا ایره وقت در نظر میگیرم، تفاوت بین 36 و 64 وقتی شما بررسی میکنین، میبینین که 36 و 64 تان چقدر تفاوت دارن. تفاوت از یارو وقتی شما بررسی میکنین، میگین که 36 و 64 چقدر با هم تفاوت دارن. تقریبا 28 واحد تفاوت دارن. اما اینجا وقتی که شما میبینین این دو تا قیمت 64 و 256 تان، وقتی شما بررسی میکنین، 64 با 256 چقدر تفاوت داره؟ تقریبا 192 واحد تفاوت داره. 256 تا 1024، 256 تا 1024 تقریبا 768 واحد تغییر داره. بسیار زیاد تغییر میکنه، زود تغییر میکنه. اینجا تابع ما کم کم تغییر میکنه، تابع ما آهسته زیاد میشود، آهسته زیاد میشود. ای رپیدلی چینج ایجاد میشه، اینجا آنان تغییر میکنه. شما دقت بکنین، اکس ما زیاد تغییر نکرده. شما رو تغییرات اکس ما ثابته، دو واحد تغییر میکنه، دو واحد تغییر میکنه. در اکس به اندازه دو واحد تغییرات آمده، اینجا عین چیز، در اکس به اندازه دو واحد تغییر آمده. اکس ما به اندازه دو واحد، اما تابع ما بسیار زیاد آنان تغییر میکنه. یک دفعه از 16 به 64 میره، از 16 میره، از 64 میره و 256، 129 واحد. بسیار زود زیاد میشه، بسیار زود زیاد میشه، بسیار زود رشد میکنه، زود رشد میکنه. اینجا میگیم آهسته رشد میکند، آهسته رشد میکند، رشد میکند. اینجا یک جمله دیگه هم استفاده کرده میتونیم، میگیم تا این تابع ما آنان تغییر میکنه،
آنن تغییر می کند، تغییر می کند، یعنی تغییراتش آنی است، تغییر می کند. خیلی ما شما وقتی در نظر می گیریم بعد از یک از ما پرسان شد تابع اکسپوننشیال تابع توان، تفاوت ظاهری توان در مجهول ما در توانه، مجهول ما در قاعده است. تفاوت دومی این تابع ما سریع زیاد میشه، یک دفعه زیاد میشه، این تابع ما زود رشد میکنه، این تابع ما آهسته رشد میکنه، این آنن تغییر میکنه. یک دفعه 64 16 است، یک دفعه به 64 میره، از 64 یک دفعه به 256 بسیار زود آنن تغییر میکنه، از 256 به 1024 آنن تغییر میکنه. شما گراف از یارا وقتی که در نظر میگین این در حقیقت یک تاپ پارابولا است، اما این در نظر میگین یک دفعه قیمتش بسیار زیاد رشد میکنه. به هر صورت خیلی شما برای فعلا تابع اکسپوننشیال شناختیم، فهمیدیم که این تابع یک خصوصیت متفاوت داره، بسیار سریع زود رشد میکنه، آنن تغییر میکنه. به همین خاطر ما از تابع اکسپوننشیال به خاطر مدلینگ حوادث استفاده میکنیم که آنن زیاد میشن، آنن تغییر میکنن. ما به خاطر مدلینگ همچون حوادث از این توابع اکسپوننشیال استفاده میکنیم. شکل عمومی از این ارگو در نظر بگیریم یا جنرال فرم شده نظر بگیریم، شکل عمومی توابع اکسپوننشیال وقتی ما شما در نظر میگیریم حتی یک شکل داره، میگیم وای مساوی با بی به نمای اکس، وای مساوی با بی به نمای اکس. اینجا در حساب گرامی این اکس را که اینجا میبینیم متحوله، این اکس ما تمام اعداد حقیقی را گرفته میتونه، شامل است از منفی لایتن تا به مثبت هر نوع عدد را گرفته میتونه، یک عدد مکمل میتونه باشه، مثبت دو، منفی دو، منفی چهار، یک عدد مکمل میتونه که باشه، یک عدد اعشاری میتونه که باشه، یک اشاری دو، یک اشاری هفت. مثلا من در نظر میگیرم منفی سه اشاری 21، یعنی هر عدد میتونه که باشه، یک عدد کسری میتونه که باشه دوی بر پنج، یک عدد غیر نسبتی مثلا عدد پای سه اشاری یک چار میتونه که باشه، یک عدد مثلا دو اشاری هفت یک اش دو اش یک، حتی یک عدد میتونه که باشه، یک عدد جذری میتونه که باشه، فرضاً جذر دو، یعنی هر عدد میتونه که باشه، شامل تمام اعداد حقیقی میشه. خیلی اکس ما شامل تمام اعداد حقیقی میشه. خیلی ما میگیم شکل عمومی توابع اکسپوننشیال وقتی ما شما در نظر میگیریم وای مساوی با بی به نمای اکس، اکس ما شامل تمام اعداد حقیقی میشه. ارگاه گراف از زیر در مستوی کارتیزنی در نظر بگیریم، گراف از زیر در مستوی کارتیزنی انجینر صاحب های گرامی از نقطه وقتی ما گراف از زیر در نظر میگیرم آتی یک گراف داره، گراف از زیر وقتی ما در نظر میگیرم در مستوی کارت اینجا ما گراف شده نظر میگیرم، گراف از زیر وقتی ما در نظر میگیریم اینجا سایبا آتی یک گراف داره، از نقطه از اینی محور محور x بوده باشه، این محور محور y بوده باشه، از این نقطه عبور میکنه، از نقطه 0 1 جایی که x ما 0 و y ما 1، شما وقتی گراف در نظر میگیرید حتی گراف دارین، اینی گراف تابع بی به نمای x تان است. اینجینر صاحب های گرامی من میگم چرا از این نقطه y مساوی با 1 میگذره، به خاطر که ارگا x ما 0 شوه شما قیمت y محاسبه کنین، بی به نمای x بی به نمای صفر، هر عدد به توان صفر قیمتش یک میشه، به مو خاطر ما میگیم از نقطه یک میگذره. خیلی ما شما توابع اکسپوننشیال شکل عمومیش فهمیدیم، فهمیدیم که اکس ما تمام اعداد حقیقی رو میگیره، از منفی لایتنی تا به مثبت لایتنی، گرافش هم به شکل تخمینی اتیا گراف داره، از این نقطه میگذره. بی ما یک عدد ثابته، این مجهوله، این مجهوله، اکس را که در نظر میگیریم متحوله، اما اینی بی اکس ما متحول، بی ما یک عدد ثابت، عدد ثابت است. شما وقتی در نظر میگیرین مرگ را دوباره در نظر بگیرم میگم وای مساویس با بی به نمای اکس، اینی بی ما یک عدد ثابته، یک عدد ثابته، شما وقتی در نظر میگیرین بی تانه، بی تانه وقتی در نظر میگیم میگیم یک عدد ثابته، این قیمت بی را که ما در نظر میگیریم یک عدد ثابت میگیم، این می عدد ثابت ما میتونه که یک باشه، این می عدد ثابت بی میتونه که یک باشه، مثلا شما داشته باشین وای مساوی به یک به نمای اکس، میتونه که یک باشه، میتونه که یک عدد بزرگتر از یک باشه، میتونه که بی ما بزرگتر از یک باشه، شما وقت قیمت بی رو در نظر میگیرین بزرگتر از یک باشه، مثلا دو سه، فرضاً شما داشته باشین وای مساوی به دو به نمای اکس، وای مساوی به دو به نمای اکس، وای مساوی به سه به نمای اکس، وای مساوی به ده به نمای اکس، یک عدد بزرگتر از یک باشه، به این شکل قیمت بی ما میتونه که بین صفر و یک باشه، بین صفر و یک،
اون یک عدد کسری، یک بر دو، یک بر سه. شما فرزند داشته باشین وای مساوی به یک بر دو به نمای اکس، وای مساوی به یک بر سه به نمای اکس، یک بر سه به نمای اکس. فرزند داشته باشین وای مساوی به 0.5 به نمای اکس، وای مساوی به 0.5 به نمای اکس. تمام از این حالت ها رو انجینیر صاحبای گرامی در نظر گرفته میتونین. هرگاه این قیمت بی، بی یک عدد ثابته، میتونه که یک بر دو باشه، میتونه یک بر سه باشه، 0.5. خیلی شما وقت گراف های از این آرده نظر بگیرین، تمام حالت ها را ارگاه در این حالت گراف شده نظر بگیرین، در این حالت وقت ما گراف شده نظر بگیرم، آتی یک گراف داره. ما وقت به گراف از این میپردازم، این نرسه بای گرامی در این حالت به گراف میپردازم. این حالت دیگه واضح است، این حالت من خوب به خوبی میفهمم که من این حالت وقت در نظر میگیرم به این شکل، این حالت وقتی که من در نظر میگیرم گراف از اینا رو وقتی ما توضیح میکنم آتی یک شکل داره. خب وای مثلا محور اکس ما بوده باشه و محور وای ما بوده باشه، محور اکس و محور وای ما بوده باشه، ما وقتی گراف رسم میکنه وای مثلا به یک به نمای اکس، یک به توان هر عدد یک میشه، در حقیقت یک خط مستقیمه. تمام از این گراف های ما از نقطه صفر یک میگذره، از پیشتان اشتباه نشه انجینر صاحب، از نقطه صفر و یک میگذره، از نقطه صفر و یک میگذره، از نقطه صفر و یک میگذره. این خصوصیت مشترک توابع اکسپوننشیال همیست که از نقطه صفر و یک میگذره، از نقطه 0 و 1 میگذره در تمام حالت ها. خب در این حالت وقتی که من در نظر میگیرم گراف شو وقتی رسم میکنم یک تا خط مستقیمه، در این حالت وقت بی ما یک، وقتی بی ما یک بوده باشه یک تا خط مستقیمه، خط مستقیمه که از اینجا عبور میکنه به شکل افقی، خط مستقیمه که به شکل افقی از اینجا عبور میکنه، این در حقیقت وای مساوی به یک. اما این حالت وقتی که من در نظر میگیرم هرگاه قیمت بی ما بزرگتر از یک باشه، دو بنما اکس، سه بنما اکس، در اون صورت از این نقطه عبور میکنه. من یک تاش زیر به اون به شکل نمونه در نظر میگیرم، گراف شو به شکل نمونه ای در نظر میگیرم، آتی یک شکل داره، آتی یک شکل داره. اینی دو به نمای اکس، دو به نمای اکس، اتیک شکل این دو به نمای اکس. هرگاه قاعده ما بزرگ شود، قسم که در درس‌های گذشته برتان گفتم، در او صورت گراف به شکل تخمینی گراف ما به محور وای نزدیک میشه و به محور اکس نزدیک میشه. شما اگر خواسته باشین گراف سی به نمای اکس رسم بکنین، سی به نمای اکس تان گرافش اینجا به محور اکس نزدیک میشه، اینجا هم به محور وای نزدیک میشه، اینی سی به نمای اکس، سه به نمای اکس. اگر خواسته باشین گراف 4 به نمای اکس رسم، 10 به نمای اکس، اینجا به محور اکس نزدیک میشه و اینجا هم به محور وای نزدیک میشه، این گراف 10 به نمای اکس. به شکل تخمینی در نظر گرفتم، از این توابع، توابع متزایده، از یک قیمت کم شروع میشه، آیسته آیسته به این طرف زیاد شده میره، توابع ما اینکریزینگ فانکشن هاست. و تست هم که ما برای اینکریزینگ فانکشن ها داشتیم او را شما اگر اینجا تطبیق کنیم متوجه میشین که توابع، توابع متزایده. به این شکل اینجا وقتی ما نظر میگیریم هرگاه قیمت بی ما بین 0 و 1 باشه، فرزن وای مساوی 1 بر 2 به نمای اکس، 1 بر 3 به نمای اکس، 0.5 به نمای اکس، در اون صورت گرافتان اتی یک شکل به خود داره، اتی یک شکل به خود داره، اتی یک شکل. ما وقتی گراف خود در نظر میگیریم اتی یک شکل بر خود داره. اینی تصور بکنید گراف 1 بر 2 به نمای اکس، یک بر دو به نمای اکس. هر زمانی که من خواسته باشم گراف یک بر سه به نمای اکس رسم بکنم، در اون صورت گراف ما به محور وای نزدیک میشه، اینجا هم به محور اکس نزدیک میشه، به محور اکس. فرضاً من خواسته باشم یک بر سه به نمای اکس در نظر بگیرم رسم بکنم، آتی شکل، آتی شکل. هرگاه مخرج ما بزرگ شده بره، هرگاه مخرج ما بزرگ شده بره، سه فرزن این گراف یک بر سه به نمای اکس، یک بر سه به نمای اکس. اگه خواسته باشم گراف یک بر هفت به نمای اکس رسم بکنم، آتی یک شکل داره، بازم یک بر هفت به نمای اکس، این گراف یک بر هفت به نمای اکس، مخرج ما بزرگ شده را. به هر صورت خیلی ما شما آل توابع اکسپوننشیال شناختیم، توابع اکسپوننشیال شکل عمومیش بی به نمای اکس، اکس ما متحوله، تمام اعداد حقیقی را گرفته میتونه، بی قاعده ما یک عدد ثابت، عدد ثابت یعنی در یک وقت، در یک وقت میتونه یک بر دو باشه، در یک وقت میریم برای فعلا یک دفعه میتونه که یک باشه، میتونه یک عدد بزرگتر از یک باشه، فرزن دو بنما یک، سه بنما یک، ده بنما یک. خیلی ما شما توابع اکسپوننشیال فهمیدیم، گراف شم ما شما در نظر گرفتیم، فقط یک چیزه، ما یک باری که متوجه میشیم که این گراف ها،
اینی گراف ها در حقیقت رفلکشن از این نیست. اینی گراف های ما اطراف محور وای دوران کرده، اینی گراف های ما اطراف محور وای دوران کرده، اینی گراف ها به دست ما آمده. من به عنوان مثال در نظر میگیرم، شما خوب دقت بکنین، شما خوب دقت بکنین، من میگم که وای مساوی به 1/2 به نما ایکس، 1/2 به نما ایکس. گراف از این اینجا من میشناسم، اینی 1/2 به نما ایکس به این رنگ سبز در نظر گرفتیم. گراف از این در حقیقت رفلکشن وای مساوی به 2 به نما ایکس اتوما در نظر میگیرم. یعنی هرگاه 2 به نما ایکس ای رفلکت میشه یا دوران میکنه، رفلکشن وقتی که صورت میگیره، هر زمانی که رفلکشن صورت میگیره گراف تابع 1/2 به نما ایکس به دست ما میاد. خب ما شما گفتیم که هرگاه تابع وای مساوی به 2 به نما ایکس رفلکت شود، یعنی یک رفلکشن صورت بگیره، گراف تابع وای مساوی به 1/2 به نما ایکس به دست میاد. یک چیز به یاد داشته باشیم که اینی گراف وای مساوی به 1/2 به نما ایکس ایره با استفاده از قوانین انتقاد هرگاه ای برعکس شود، یعنی قاعده ما برعکس شود، علامه توان تغییر میکنه. 1/2 به نما ایکس شما نشه کرده میتونید 2 به نما منفی ایکس. حالا ببین این تابع رو ما رفلکت میکنیم یا یا برعکسش میسازیم یا دوران میدیم. خب وای مساوی به 2 به نما ایکس، وای مساویس به 2 به نمای اکس. اینی ما میگیم هرگاه اکس ما ضرب یک علامه منفی شود، اکس ما ضرب علامه منفی، گراف تابع. ما یک چیز به خدمت شما عرض بکنم که قبل از اینکه ما کار بکنم، اینی وای مساوی به 1/2 به نمای اکس گراف شر رسم میکنم. گراف وای مساوی به 1/2 به نمای اکس رسم میکنم. ما میخوایم گراف تابع وای مساوی به 1/2 به نمای اکس رسم کنم. گراف از این نقطه عبور میکنه. به شکل تخمینی اگر ما در نظر بگیرم حتی گراف داره، به شکل تخمینی اگر در نظر، اینی گراف 2 به نمای اکس، وای مساوی به 2 به نمای اکس. حالا چه میگم؟ هرگاه اکس ما ضرب علامه منفی شوه، ما میخوایم گراف تابع وای مساوی به 2 به نمای اکس هرگاه اکس ما ضرب علامه منفی شوه، ضرب یک علامه منفی شوه. اینی گراف میگم وقتی ضرب علامه منفی شد نظر به محور وای دوران میکنه. اینی گراف اطراف محور وای دوران ایمه دوران میکنه، یک گراف مشابه به این تشکیل آتی گراف تشکیل میشه، آتی چیز تشکیل میشه، آتی چیزه. مرگا گراف در نظر بگیرم، اینجا رسمش میکنم، اینجا وقتی که رسمش میکنم به این شکل میشه. شما وقتی در نظر میگیرین، وقتی در نظر میگیرین آتی چیز تشکیل میشه. گراف ما به شکل تخمینی آتی چیز رسم میشه، آتی چیزه. اته ای گراف تابع وای مساوی به 2 به نمای منفی ایکس، یا هم گراف تابع 1/2 ایکس، 1/2 به نمای ایکس. خیلی چیزی که ما شما پیشتر گفته بودیم راست بود. ببینید 1/2 به نمای ایکس، 1/2 به نمای گراف چه چیزی است؟ خیلی گراف تابع 1/2 به نمای ایکس در حقیقت در نتیجه رفلکشن یا هم دوران یا هم انعکاس تابع 2 به نمای ایکس به دست میاد. ما دیجا وقتی شما میبینین اینی بحث، اینی بحثی که در اینجا شما میبینید، این در حقیقت برای شما میخواد بگه که اکستان تمام اعداد حقیقی را گرفته میتونه، هم اعداد مکمل، هم اعداد اعشاری، هم کسری، هم اعداد نسبتی، هم اعداد غیر نسبتی، تمام از یارا گرفته میتونه. به هر صورت میردن این تمام از یارا کار کردیم. لاف اکسپوننتس وقتی که ما مطرح میکنیم، یا قوانین طاقت ها، چیزی که شما درس های مکتبتان خواندین، اونم قوانینی که دوباره تکرار شده، هرگاه توان ما در حالت جمع باشه ما او را به شکل ضرب تبدیل کرده میتونیم. laws of exponents میگیم. وقتی شما یه در نظر میگیرین، من یه وقتی در نظر میگیرم، شما هرگاه دقت بکنید اونمو چیز اینجا، هرگاه توان در حالت جمع باشه جدا جدا به شکل ضرب نشته میتونین، هرگاه در حالت تفریق باشه به شکل تقسیم تبدیل میتونین. توان بالای توان باشه توانا با هم ضرب میشه، هرگاه توان باشه قاعده ما در حالت ضرب باشه هر کدام از این جدا جدا، ای به توان x جدا، b به توان x جدا جدا در نظر گرفته میتونین. چیزی است که از درس های مکتبتان خواندین. اگزمپل اولتان، اگزمپل از شما اول از شما خواسته شده که ترسیم بکنین گراف تابع 3 منفی 2 به نما x. یک تابی بر ما داده شده، از ما خواسته شده که گراف از این رسم بکنیم. به خاطر ترسیم گراف تابع تمام چیزایی که در گذشته خواندیم اونمو رو دوباره اینجا مرور میکنیم. ما میگیم هرگاه یک تابی بر ما داده شد، از ما خواسته شد گراف شر رسم بکنیم. از ما خواسته شده گراف تابع وای مساوی به 3 منفی 2 به نمای ایکس رسم بکنیم. همیشه اولین کار ما تشخیص تابع استاندارده. اولین کار ما تابع استاندارد اف ایکس ما مساویس به 2 به نما ایکس.
تابی استاندارد گراف شر رسم میکنیم. گراف تابی استاندارد وقتی که رسم میکنیم میگیم گراف تابی استاندارد ما مستوی کارتیزنی از اینجا کپی میارم. اولین کار ما تشخیص گراف تابی استاندارد. دو به نما ایکس گراف شر اول رسم میکنیم انجینر سبای گرامی. دو به نما ایکس. خب دو به نما ایکس وقتی ما گراف شر رسم میکنم از این نقطه عبور میکنه. دو به نما ایکس از نقطه یک عبور میکنه یا وای مساوی به یک عبور میکنه. اوت یک گراف داره. این گراف تابی وای مساوی به دو به نما ایکس. وای مساوی به دو به نما ایکس. بعد از او هرگاه تابع ما ضرب علامه منفی شود، هرگاه تابع ما ضرب علامه منفی شود، ما شما داشتیم اف ایکس مساویس به دو به نما ایکس. هرگاه تابع ما ضرب علامه منفی شود، ضرب علامه منفی، ضرب علامه منفی، ضرب علامه منفی، ما شما گفته بودیم هرگاه تابع ضرب علامه منفی شود گراف نظر به محور x دوران میکنه. یعنی اینی گراف نظر به محور x دوران میکنه. دوران میکنه چه معنا؟ عین چیزی که اینجا داریم، این مه به طرف پایین مه، اینجا در نقطه یک، عین نقطه یک اینجا مه، در اینجا در حقیقت اینجا مثبت یک میباشه. این نقطه، این نقطه را که شما در نظر میگیرین، شما وقتی را در نظر میگیرین نقطه مثبت یک، این نقطه نقطه منفی یک میباشه. اتو مه به شکل تخمینی مرگو در نظر بگیرم، اتو یک چیز میشه. وقتی اینی دوران میکنه نظر به محور اکس، اتو یک چیز میم. امی گراف اینجا رسم میکنم، امی گراف به اینجا رسم میکنم، امی گراف به اینجا رسم میکنم. شما وقتی رسم میکنین گرافتان تقریبا ات یک شکل به خود میگیره. از این نقطه عبور میکن، از نقطه منفی یک عبور میکنه، از نقطه منفی یک عبور میکن، ات یک شکل به خود میگیره. ما ارگاهی رو در نظر بگیرم، ات از این نقطه عبور میکنه، از نقطه منفی یک، ات گراف دارم، ات گراف، این گراف از نقطه منفی یک عبور کرده، از نقطه منفی یک عبور کرده. میگم این نقطه نقطه منفی یک، اشتباه نکنه، این نقطه نقطه منفی یک. باز دو به نما ایکس داشتم، من گراف منفی دو به نما ایکس رسم کردم. استپ بعدی، مرحله بعدی، هرگاه تابع ما جمع یک عدد شود، هرگاه تابع ما جمع یک عدد شود، تابع ما جمع سه شده، انجینر صاحبای گرامی، هر زمان که تابع ما جمع یک عدد میشه، در اون صورت گراف ما، گراف ما به اندازه عدد به طرف بالا حرکت میکنه. سه واحد به طرف بالا حرکت میکنه، سه واحد به طرف بالا حرکت میکنه، سه واحد، سه واحد به طرف بالا حرکت میکنه. ما میخواییم که گراف معدف میز که ترسیم بکن، ما داشتم منفی x، منفی f x مساوی به منفی دو به نما x. هرگاه تابع ما جمع یک عدد شود، جمع سه شود، تابع ما جمع سه، تابع ما جمع سه شود، مثبت سه منفی دو به نما x. وقتی ما میخواییم گراف از این رسم کنم، اینی جمع میخواییم گراف رسم بکنم، به خاطر ترسیم گراف تابع ات یک شکل ما در نظر میگیرم، اینی جمع میخواییم گراف خود رسم بکنم. خب فقط یک کار دیگه که ما میکنم، اینجا یک دانه خط اضافه میکنم، اینی خط ما اضافه میکنم که کار ما بیشتر واضح و روشن باشه. ات یک شکل اینی خط ما رسم میکنم به اینجا، یکم باید خب تصور کنید اینی خط ما در نظر گرفتم، اینی خط ما اضافه کردم که کارم یکم روشن تر باشه. خب بر صورت ما اینی گراف دارم، بند اینی گراف، شما گراف فعلا در اینجا دارین، در منفی یک دارین، در منفی یک یک تا گراف دارین. این گرافتان به اندازه سه واحد به طرف بالا شفت میشه. این گراف منفی دو به نمای اکس، گراف ما به اندازه سه واحد به طرف بالا حرکت میکنه. یک سم متوجه باشین اینجنر سایبا، برای این گراف این محور محور اکس، این محور محور وای، مجانب از این فعلا این محور محور افقی است، محور وای مساوی به صفر، مجانب از این محور وای مساوی به صفر. هر زمانی که من میگم این سه واحد به طرف بالا شفت میشه، هر پرزی از این مجانب از این فعلا این نقطه است، سه واحد شفت میشه، یک واحد، دو واحد، سه واحد، مجانب از اینی خط مجانبش میشه، ای مجانب ما میشه، وای مساوی به سه مجانب ما میشه، ایواز وای مساوی به صفر، ایواز چی بگیم، محور اکس میگیم یا میگیم وای مساوی به صفر، ایواز از اینی مجانب ما میشه. خب اینی نقطه، نقطه منفی که مه اینی سه واحد شفت میشه، یک واحد، دو واحد، سه واحد، خیلی نقطه ما مه به اینی جمعه، به این نقطه من. شما وقتی رو در نظر میگیرین، من میام گراف خود به شکل تخمینی رسم میکنم، آتی یک شکل می داشته باشه، آتی یک شکل،
یک شکل. اینی در حقیقت گراف تابع مثبت 3 منفی 2 به نمای x، مثبت 3 منفی 2 به نمای x. شما اگر به شکل واضح تر رسم بکنین، به شکل واضح تر وقتی که رسم شده، اینی گراف به دستان آمده، اینی به اندازه 3 واحد به طرف بالا شفت شده. شما وقتی در نظر میگیرین آتی یک چیزه، من میمیره به اینجا اینجا پیستش میکنم، شما وقتی در نظر میگیرین آتی یک چیزه، اتک چیزه. شما رو دقت بکنید، دقیقا چیزی است که ما اینجا رسم کرده، فقط تفاوتش ایست که شما ایره باید ادامه بدین، ایره باید ادامه بدین. اینی گراف منفی دو به نما اکس هم وجود نداره، فقط به خاطر تسهیل فهم ما براتون در نظر گرفته بودم. ایره ما پاک میکنم، ایره ما پاک میکنم، اتک چیزه، اتک چیز. شما رو دقت بکنید، این دقیقا اینی گراف، دو تا گراف را در نظر، اینی گراف دقیقا اینی گرافه که ما به شکل تخمینی مجانب از اینی نقطه مجانبش بوده باشه. بر صورت ما مثال سوم، در مثال اول بر شما یک تابع داده شده بود، اینی تابع از ما خواسته شده بود که این تابع را گراف شده رسم بکنم، تابع y مساوی به 3 منفی 2 به نمای x، از ما خواسته شد گراف از این رسم بکنم. به خاطر ترسیم گراف کار را که من انجام دادم این بود، تنها کار را که انجام دادم گفتم تابع استاندارد تشخیص میدم، تابع ما ضرب علامه منفی اطراف محور x دوران میکنه، منفی 2 به نمای x، اینی در حقیقت گراف منفی 2 به نمای x هست. بعد از او باز جمع 3 میشه، یعنی اینی گراف ما به اندازه 3 واحد بالا میره. در نهایت ما گراف خود رسم کردم. بس اگزمپل دوم، اگزمپل دوم در حقیقت مقایسه 2 به نمای x و x مربع بود. این مقایسه رو من قبل از قبل در آغاز انجام داده بودم، ما شما نتیجه گیری کردید که آنند تغییر میکنه، سریع تغییر میکنه، زود رشد میکنه یا آهسته رشد میکنه، در این تغییرات بسیار زیاد ایجاد میشه. ایره ما شما قبل از قبل کار کرده بودیم. حالا ما شما میایم به بحث اپلیکیشن اف اکسپوننشیال فانکشنز، میایم به بحث اپلیکیشن توابع نمایی، اپلیکیشن اف اکسپوننشیال فانکشنز میگیم به این بحث میایم که یا تطبیق، میایم سر تطبیق اپلیکیشن اف اکسپوننشیال فانکشنز میگیم، اکسپوننشیال فانکشنز میگیم، یا تطبیق یا مورد استفاده توابع اکسپوننشیال. ما شما اینجنس های بایگرام من حیث یک اصل کلی از توابع اکسپوننشیال به خاطر مدلینگ حوادث استفاده میکنیم که بسیار زود تغییر میکنه. ما به خاطر مدلینگ حوادث استفاده میکنیم، یعنی به خاطر مدلینگ حوادث در نظر میگیریم که حوادث ما چند خصوصیت داشته باشن، آنان تغییر کنن، حوادث ما تغییرات آنی داشته باشه، زود زیاد شود، حوادث ما زود رشد کند، رشد کند. معمولا من حیث یک اصل کلی ما از اکسپوننشیال فانکشن ها به خاطر مدلینگ دو چیز استفاده می کنیم، به خاطر مدلینگ رشد نفوس یا پاپولوشن گروت میگیم، پاپولوشن گروت میگیم، و به خاطر رادیو اکتیو دیکی، برای فعلا ما در نظر میگیریم رادیو اکتیو دیکی میگیم، رادیو اکتیو دیکی. خیلی ما شما برای فعلا به خاطر رشد نفوس، به خاطر مدلینگ رشد نفوس و به خاطر مدلینگ کاهش مواد رادیو اکتیو، به خاطر مدلینگ کاهش مواد رادیو اکتیو استفاده میگیم، رادیو اکتیو. خیلی ما شما وقتی میگیم تطبیق توابع اکسپوننشیال، یا تو میگیم ما از توابع اکسپوننشیال به خاطر مدلینگ حوادث استفاده میکنیم که زود زود رشد میکنن، به عنوان مثال به خاطر مدلینگ پاپولیشن گروت استفاده میکنیم میره، یا هم به خاطر مدلینگ رادیو اکتیو دیکی یا کاهش مواد رادیو اکتیو. چرا ما شما از مباحث کیمیای خود میفهمیم که مواد رادیو اکتیو، مواد رادیو اکتیو بسیار زود زود کم شده میرن. به عنوان مثال من یک تا مثال در نظر میگیرم، به عنوان مثال من در نظر میگیرم که فرضاً من در نظر میگیرم میگم 1000 باکتریا، 1000 باکتریا، 1000 باکتریا آغاز به تکثر میکنن، آغاز به تکثر میکنن، آغاز به تکثر، آغاز به تکثر میکنن. بعد از هر ساعت، بعد از هر ساعت سیچند میشوند، سیچند میشوند، میشوند،
این یک سواله. ما میخوایم که اینی مدل برازی یک مدل پیشنهاد بکنم، برازی ما میخوایم یک تا مدل پیشنهاد بکنم. هدف ما شما ارائه یک تا مدل برای رشد بکتریا هاست، برای تکثر بکتریا هاست. اتو میگیم 1000 دانه بکتریا آغاز به تکثر میکنه در ابتدا. در ابتدا وقتی شما در نظر میگیرین در نفوس ازی در لحظه صفری، نفوس ازی در لحظه صفری، نفوس ازی در لحظه صفری 1000 دانه است. بعد از گذشتن هر ساعت، بعد از گذشتن یک ساعت، بعد از گذشتن دو ساعت، یعنی هر ساعتی که میگذره نفوس ازی سه چند شده میره. بعد از گذشتن 3 ساعت، بعد از گذشتن 4 ساعت، به می شکل دیگه ادامه داره. ما شما میگیم بعد از گذشتن هر ساعت نفوس ازی سه چند میشه، چیزی که ما قبل از سه چند، ما قبل 1000 دانه بود، بعد از گذشتن یک ساعت سه چند میشه، نفوس از این سه چند میشه. بعد از گذشتن دو ساعت اینی ما قبل از این سه، اینی ما قبل سه چند میشه. یعنی 3 ضرب 1000 شما دارین وقت میگم بعد از گذشتن هر ساعت سه چند میشه، اینی تعداد سه چند میشه. بازم اینه می تعداد که 3 ضرب 3 ضرب 1000 بوده باشه، بعد از گذشتن یک ساعت دیگه بازی سه چند میشه، باز سه چند میشه. میگم نفوس ما بعد از گذشتن هر ساعت، بعد از گذشتن هر ساعت نفوس ما سه چند میشه. اینمی در حقیقت قضیه ماست. خیلی ما شما حالا فهمیدیم فعلا 1000 دانه است، یک ساعت بعد سه چند میشه، یک ساعت دیگه هم میگذره سه چند میشه، یک ساعت دیگه میگذره باز سه چند میشه. یعنی چیزی که فعلا وجود داره، فعلا اینی وجود داره، این فعلا وجود داره، سه چند میشه، فعلا این وجود داره، یک ساعت بعد سه چند میشه، فعلا این وجود داره، اینی چیز وجود داره، یک ساعت بعد سه چند میشه، یک ساعت بعدتان باز سه چند شد. به هر صورت خب من متوجه میشم که اینی رو به یک شکل دیگه هم نشته کرده میتونم، من نشته کرده میتونم که 1000 ضرب 3 به توان 4، اینو نشته کرده میتونم، اینو من نشته کرده میتونم که 1000 ضرب 3 به توان 3 ضرب 3 به توان 3، اینی رو من نشته کرده میتونم 1000 ضرب 3 به توان 2، اینی رو من نشته کرده میتونم 1000 ضرب 3 به توان 1، اینی رو من نشته کرده میتونم 1000 ضرب 3 به توان 0. وقتی ما این رو به این شکل نشته میکنم متوجه یک باریکی میشم، من متوجه میشم که توان 3 ما، توان 3 ما یعنی 3 است، توان از این برابر است به لحظه ما. نفوذ بعد از 4 ساعت 3 به توان 4، نفوذ بعد از 3 ساعت 3 به توان 3، نفوذ بعد از 2 ساعت 3 به توان 2، نفوذ بعد از 1 ساعت 3 به توان 1، نفوذ در لحظه صفری 3 به توان 0. خیمه متوجه میشم که توان 3، توان 3 امرای لحظه ما، امرای ساعت ما برابره. مثلا ما میخوایم بفهم که نفوذ بعد از گذشتن 10 ساعت، ما میگم مساوی است به 1000 ضرب 3 به توان 10، نفوذ بعد از گذشتن 30 ساعت، 10 ساعت 3 به توان 10، وقتی 30 ساعت میگیرم 1000 ضرب 3 به توان 30 میگیرم. در حقیقت ما شما یک تا مدل به دست آوردیم، بر نفوس ما یک دانه مدل به دست آوردیم، چیزی را که در روزهای اول مطرح کرده بودیم. خیلی ماتماتیکال مدلینگ یک تا حادثه را، اینی یک حادثه است، تبدیل کردم به یک تا مدل ریاضی. کی فایده از این مدل چی سیم جنرال با گرامی؟ که ما با استفاده از این مدل در ارتباط به آینده سیستم پیش بینی کرده میتونیم، ما پیش بینی کرده میتونیم که نفوس ما بعد از گذشتن 20 ساعت چقدره. فقط در این معادله هر جا که تی داریم عوضش بی وزن میکنیم، میگیم 1000 ضرب 3 به نمای 20. ما نفوس در ارتباط به آیندهش پیش بینی میدانیم که مقدار نفوس ما چقدر بوده باشه. خیلی این مثال در نظر گرفتم در کتابتان، یک دانه مدل برای نفوس دنیا در نظر گرفته شده، به عنوان مثال بعدی مرگا در نظر بگیرم، به عنوان یک تا مثال دیگه برای ما در این تیبل، دینی تیبل ما شما گفتیم که از اکسپوننشال فانکشن ها، از اکسپوننشال فانکشن ها ما استفاده میکنیم به خاطر رشد نفوس. ما معمولا از اکسپوننشال فانکشن ها استفاده میکنیم به خاطر رشد نفوس، به خاطر رشد نفوس. دینی تیبل که شما در نظر میگیرین اینجوری هست بای گرامی، دینی تیبل به عنوان یک مثال بعدی مرگ رو مطرح بکنم، به عنوان یک تا مثال بعدی، یک اگزمپل بعدی در نظر میگیرم. هدف ما مدلینگ، هدف ما مدلینگ که میخوایم مدل بکنیم،
یک اگزمپل در نظر میگیرم بر صورت اینجنر سایبای گرامی بر ما اینی مدل داده شده، اینی معلومات داده شده در سالهای مختلف نفوس جهان داده شده. مثلا ای البته سال 1900 حساب شده فعلا، یعنی سال 1900 معمولا ما فعلا از صفر در نظر میگیریم، فعلا نفوس جهان 1650 میلیونه، 10 سال بعد نفوس جهان 1750 میلیونه، 20 سال بعد نفوس جهان 1860 میلیونه، 30 سال بعد نفوس جهان 2070 میلیونه، 80 سال بعد نفوس جهان 4450 میلیونه، 100 سال بعد 6080 میلیونه، 110 سال بعد 6870 میلیون. انجینر سایبای گرامی برای ما اینی معلومات داده شده، از ما خواسته شده که برای اینمی معلومات یک تا مدل ریاضی که بدست بیاریم، یک تا ماتیماتیکال مدل بدست بیاریم. ما شما از درسای گذشته خود میفهمیدیم هرگاه یک تیبل برای ما داده شد، اولین کار ما جابجا کردن از این مستوی کارتیزنی است. در کتابتان ایره در مستوی کارتیزنی جابجا کرده، در مستوی کارتیزنی جابجا کرده. من از این استفاده میکنم که وقت ما ضایع نشه، از این استفاده میکنم که وقت ما ضایع نشه، وقت ما ضایع نشه. من میبینی اینجا جابجا میکنم، اینجا جابجا میکنم، اینی در حقیقت در مستوی کارتیزنی جابجا شده. حتی یک چیز اینی معلومات در اینجا جا بجا شده، اینجا جا بجا شده به شکل در سالهای مختلف. فرضاً فعلا نفوس جهان در لحظه فعلی، نفوس جهان در لحظه فعلی چقدر است؟ اینجا در نظر گرفتیم نفوس جهان 20 سال بود، نفوس جهان 40 سال بود، نفوس جهان 60 سال بود، 80 سال بود. شما رو دقت بکنین این مدل بسیار زیاد نزدیک به یک مدل بسیار زیاد نزدیک به توابع اکسپوننشیال. شما تصور بکنین نزدیک به توابع اکسپوننشیال است که در حالت تزاید. خیلی مناسب ترین مدل اکسپوننشیال مدل میگیم، اکسپوننشیال مدل، یعنی مدل که ما استفاده میکنیم از اکسپوننشیال مدل ها باید استفاده کنیم. دو تا جمله میگم. جمله اولی، از درس های گذشته خود ما میفهمیم هرگاه یک تیبل بر ما داده شد، اولین کار ما این تیبل را در مستوی کارتیزنی جابجا میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هر معلومات یک جوری مرتبه میتن دل از این صفری 1650، هر معلومات یک جوری مرتب برای من شام میتن، یک جوری مرتب 32070 اینجا جا و جا میکنیم. بعد از میبینیم که اینی نقاط ما شباهت به کدام مدل داره. من متوجه میشم شباهت به اکسپوننشیال فنکشن ها داره، چرا ما شما گفته بودیم که اکسپوننشیال فنکشن اما تو دیگه ادامه داره بر صورت. یک جمله، جمله اول ما چی بود؟ گفتیم تیبل در مستوی کارتیزینی جا و جا میکنیم، بعد از اون نظر به شکل تصمیم میگیریم که از اکسپونیشال مدل باید استفاده کنیم. جمله دومی، جمله دومی که من در اینجا براتون گفتم در اپلیکیشن اکسپونیشال فنکشن ها، هر جا که بحث افزایش نفوس بود، رشد نفوس بود، هر جا که بحث کاهش مواد رادیواکتیو بود، هر جا که بحث کاهش مواد رادیواکتیو بود، عاجل برای شما اکسپوننشیال فنکشن یادتون بیاد. همیشه اکسپوننشیال فنکشن ها وقتی که یادتون میاد میگین که قیمت صفری ضرب ای به نمای تی، همیش من حیث یک اصل کلی اکسپوننشیال فنکشن تون پی مساویس پی صفر ضرب ای به نمای تی، ای همیشه من حیث. و با کاهش مواد رادیواکتیو وقتی در نظر میگیریم، برای کاهش مواد رادیواکتیو وقتی که در نظر امیر ما به یک رنگ دیگه کار میکنم، برای رشد نفوس همیشه مدل وقتی که پیشنهاد میکردین میگین که پی تی مساویس به نفوس صفری ضرب ای به نمای تی. وقتی برای کاهش مواد رادیواکتیو میگیم کتله مساویس به کتله صفری ضرب ای به نمای تی، همیش من حیث یک اصل کلی. خب برای فعلا خیلی هر جا که شما بحث رشد نفوس دیدین، عاجل اینی مدل یادتان، از اینی مدل شما باید استفاده کنین. خیلی اینجا بحث رشد نفوس، نفوس جهان در حالت رشد، کار را که من میکنم، مدل را که پیشنهاد میکنم، اکسپوننشیال مدل پیشنهاد میکنم، میگم پی تی مساویس به نفوس صفری ضرب ای به نمای تی، ای به نمای تی. انجینر سایبای گرامی اینجا نفوس ما از جنس تی است، نفوس ما از جنس تی است. فکرتان باشه این لازر لازی صفری که میگه فعلا هدف ما، هدف ما فعلا اینجا پی صفر که ما در نظر میگیرم، میگم در ابتدا، در آغاز، در شروع نفوس چقدر بوده باشم. خب پی ما از جنس تی است، ما شما باید قیمت پی صفر داشته باشیم و قیمت ای را، دو تا مجهول داریم. به خاطر به دست آوردن دو تا مجهول نیاز به دو تا معلومات داریم، ما شما ضرورت داریم که دو تا معلومات باید داشته باشیم. ما از این دو معلومات استفاده میکنم، یک معلومات ما این نیست، یک معلومات ما این نیست. از این دو تا معلومات ما استفاده میکنم، بیاین استفاده کنیم. اینجا با معلومات اولی استفاده میکنم،
ما معادله نفوس هم میفهم، پی تی مساوی است به پی صفر ضرب ای و نمای تی. ما از معلومات اولی 20 سال بعد مقدار نفوس ما 1860 اینجا در سایبا، من میگم 20 معلومات اولی، 20 سال بعد وقتی تی ما 20 میشه مقدار نفوس ما 1860 میشه. گیرم اینجا وضع میکنم، عوض پی 1860 نشته میکنم، 1860 نشته میکنم، میگم مساوی است پی صفر ضرب ای به نمای ای وزی تی، قیمت شناشت هم کنیم 20. معلومات اولی رو وضع کردم، یک تا معادله به دست آوردم، نام از زیر میمونه معادله اول. معلومات دومی رو استفاده میکنم، از معلومات دومی وقتی که من استفاده میکنم در اینجا معلومات دومی، میگم در لحظه 30 یا 30 سال بعد مقدار نفوس ما از 30 سال بعد نفوس ما از 2070 واحد، 2070 میلیون، 30 سال بعد مقدار نفوس ما از 2070 میلیون، 2070 میلیون. خب ما میمیره وضع میکنم ایواز پی 2070 وضع میکنم، ما ایواز پی نشته میکنم 2070، 2070 مساویس به پی صفر، ایواز تی سی نشته میکنم، ما میگم مساویس به ای به نمای سی. نام از این معادله نمیمونم، معادله دوم. انجنر سای بای گرامی ای دیگه یک معادله ساده ریاضیکی است، شما به خاطر حل از این میگم معادله دوم تقسیم معادله اول میکنیم، معادله دوم معادله دوم را تقسیم معادله اول میکنیم، تقسیم معادله اول میکنیم میکنیم. خب بیاین تقسیم کنیم، شما این وقتی که تقسیم از این که طرف به طرف تقسیم میکنیم، 20070 تقسیم 1860 میشه، 1860 میشه تقسیم 1860 مساویس به پی صفر ضرب ای به نمای سی، پی صفر ضرب ای به نمای سی تقسیم پی صفر ضرب ای به نمای 20 میشه. شما پی صفر همراه پی صفر اختصار میشه، اینی 2070 تقسیم 1860 میکنین، ای به نمای سی، ای به نمای سی، ای به نمای 20، ای به نمای 10 میمونه، ای به نمای 10 میمونه، اطراف تحت جذر میگیرین، در نهایت قیمت ای به دست میاد. شما قیمت ای رو به دست میارین 1.011، قیمت به شکل تقریبی به دست میارین، فکرتون باشه قیمت ای را در این معادله، دلتون در معادله اول وضع میکنین یا در معادله دوم؟ یه در معادله اول وضع میکنیم، در معادله اول وضع میکنیم، وضع میکنیم قیمت پی به دست، پی صفر به دست میاد، قیمت پی صفر تان به دست میاد 1494.5 می باشه. در حقیقت ما به دست میارم قیمت ای رو به دست میارم و پی صفر. ما باز تکرار میکنم انجینر صاحب، خوب دقت بکنین، ما میگم که اینی معلومات نفوس جهان داده شده بود، ماتماتیکال مدلش اکسپوننشال فانکشن بود، دو چیز باید ما پیدا میکردیم، قیمت پی صفر قیمت ای، به خاطر که پی ما از جنس تی است. من میگم قیمت پی صفر اینجا وضع میکنم، من میگم پی تی مدل را که به دست آوردیم، پی صفر ما قیمتش از 1494.5 نشته میکنم، 1494.5، 1494.5 ضرب ای، قیمت ای را ما به دست آوردم، قیمت ای ما از 1.011 به نمای تی، 1.011 به نمای تی. ما ایره به این شکل کار میکنم، در حقیقت ما بر یک ماتماتیکال مدل بر اینی معلومات که بر رشد نفوس، بر اینجا شما ای تیبل که بر شما داده شده، بر اینی تیبل بر رشد نفوس ما شما یک تا مدل به دست آوردیم، مدل ریاضیکی از جنس اکسپوننشیال فانکشن ها، یک تا مدل ریاضیکی به دست آوردیم. با استفاده از این ما در ارتباط به آینده سیستم پیش بینی میکنیم. اینجا سه با مرکز برتون بگیم، برای فعلا ما یک شکل در نظر گرفتیم، در چپتر چهارم باز اونجا انشالله که باز یک روش دیگه ساده تر ما اونجا پیشنهاد میکنیم، به خاطر مدلینگ رشد نفوس ما شما یک تا یک طریقه ساده تر دیگر هم پیشنهاد میکنیم. به هر صورت وقت معلومات داده شد، اینی مدل ماست، با استفاده از این مدل ما شما میتونیم که این معلوماتی که بر ما داده شده بود، دو تا قیمت کار داشتیم، از دو تا معلومات استفاده میکنیم، قیمت پی صفر و ای را به دست میاریم. میریم به مثال بعدی میریم. یک چیز فراموشم نشه که در کتابتون اینی مدل پیشنهاد کرده، مدل ایره با استفاده از سافتویر کامپیوتری به دست آورده، اینی معلومات داده شده به سافتویر، به مپل یا ماتماتیکا یا هر چیز دیگه که شما استفاده میکنید، این معلومات داده شده، اینی مدل به دست آورده. مدل را که من به دست آوردم و این بسیار کم تفاوت دارن، مشکل نداره، شما میشه از این مدل استفاده کنین، میشه که از اینی مدل که من به دست آوردم استفاده کنین. میریم به اگزمپل بعدی رو در نظر میگیریم. اگزمپل بعدی بحث رادیو، یک
چیز فراموشون نشه که اینی بصری که اینجا در نظر گرفته میگن که هرگاه یک بحث طبی است ما از این صرف نظر میکنم، فعلا روش بحث نمیکنم. اگزمپل سومتون، در اگزمپل سوم برای ما یک تابع داده شده، یک حادثه داده شده، یک ریل ورد فنامنا داده شده، یک ایونت داده شده. از ما خواسته شده که این مدل بکنیم، از ما خواسته شده که ریل ورد فنامنا را مدل بکنیم. بس رادیو اکتیو دیکیز انجینیر سایبا، دی سوال بر ما شما گفته شده که استرانشیم 90 در نظر بگیرین، نیمه عمر از 25 ساله، یعنی مقدار کت بعد از گذشتن 25 سال کتلی از نصف میشه. از ما خواسته شده که برای اول در جز اول از ما خواسته شده که برای کتلی از یک تا مدل بدست بیاریم، برای کتلی از یعنی ام آف تی را بدست بیاریم. ام آف تی ما چیست؟ انجینر سایبا، ما به خاطر حل از این سوال سوم، شما از درسایتان، از درسای مکتبتان میفهمین، از درسای کیمیاتان میفهمین که مواد رادیواکتیو، مواد رادیواکتیو، تصور بکنین یک ماده رادیواکتیو، تصور بکنین که یک ماده رادیواکتیو، مواد رادیواکتیو، فرض بکنین ما متو به عنوان مثال در نظر میگیریم، میره 100 گرم مواد رادیواکتیو در نظر میگیریم، مواد رادیواکتیو، رادیواکتیو. شما از درسای مکتبتان میفهمین که مواد رادیواکتیو یک خاصیت داره، به شکل خودسرانه از خود شعاع پخش میکنه، شوی الفا بیتا گاما ایره در درسای مکتبتان شما خواهدین که پخش میکنه، چون شعاع وقتی ای پخش میکنه به مخاطر با گذشت زمان کتلی ازی کم شده میره، یک مدت زمان میگذره کتلی ازی کم میشه، کتلی ازی کم میشه، فرض بکنید یک مدت زمان میگذره کتلی ازی نصف میشه، ای 100 گرم از تبدیل میشه به 50 گرم، بعد از اون یک مدت زمان میگذره بازی دیگه هم کم میشه، یک مدت زمان میگذره یا آیستا آیستا کم شده میره. این مواد رادیواکتیو خاصیتشان همی است انجینر سایبا گرامی. نیمه عمر یا هاف لایف وقتی که ما مطرح میکنیم، نیمه عمر چیز مدت زمانی که کتله مواد رادیواکتیو ما نصف میشه. شما تصور بکنیم میگیم تی هاف لایف یا نیمه عمر ما، نیمه عمر ما، تی اچ ما یا هاف لایف ما برابر با 200، فرض همون در نظر بگیریم 210 سال است، 210 سال است، یعنی 210 سال اما تو میره یک مثال اضافی در نظر گرفتم، این یک مواد رادیواکتیو 210 سال بعد اینی مواد ما نصف میشه، به 50 گرم تبدیل میشه، 210 سال دیگه تیر میشه، 210 سال دیگه، 210 سال بعد این مواد ما باز نصف میشه، 50 گرم است تبدیل میشه به 25 گرم تبدیل میشه، باز 210 سال دیگه تیر میشه که اینی 25 گرم تبدیل میشه به 12.5 گرم تبدیل میشه. خیلی ما شما بحث مواد رادیواکتیو فهمیدیم. در مثال سوم برای ما چی میگه؟ شما استرانشیم در نظر بگیرین، استرانشیم 90 در نظر بگیرین، استرانشیم 90 در نظر بگیرین، استرانشیم 90 در نظر بگیرین، استرانشیم 90، یک استرانشیم 90 چیز چی نیست ما کار ندارم، فعلا شما فقط بپذیرین که استرانشیم 90 از جمله مواد رادیواکتیوه. کتله اولیه ما، کتله اولیه ما ام صفر ما در لحظه صفری، مقدار کتله ما، مقدار کتله ما 24 میلی گرم، 24 میلی گرم. هاف لایف ازی، هاف لایف ازی یا تی هاف لایف ما 25 ساله، 25 ساله اینجا در سه بار. چه معنا؟ یعنی اینی مواد را که در نظر میگیرین استرانشیم 90، در استرانشیم 90 بعد از گذشتن 25 سال کتله ازی نصف میشه، فرضاً اینی یک مقدار کتلهش باشه 24 گرم باشه، میلی گرام باشه، 24 میلی گرام باشه، بعد از گذشتن میلی گرام، بعد از گذشتن 25 سال، 25 سال ای نصف میشه و 12 میلی گرام تبدیل میشه. خب این مد خاصیت عزیز. خب از ما خواسته شده که برای نمی حادثه برای ما استرانشیم 90 داده شده، گفته شده که کتله صفری ازی 24 میلی گرامه، هاف لایف ازی 25 نیره، از ما خواسته شده که برازی یک تا ماتماتیکال مدل بدست بیاریم، ماتماتیکال مدل بدست بیاریم. چه معنا؟ یعنی ام آف تی، ام از جنس تی بدست بیاریم، این نامعلومه. ما چه کار میکنیم؟ میگیم استرانشیم 90 هاف لایفش 25 ساله، معلومات که داده شده، و کتلی صفرش 24 میلی گرامه. ما میگم به خاطر مدلینگ بسیار به ترتیب، به ترتیب ما میره در نظر میگیرم، در لحظه صفری ما مقدار کتله را میفهمم 24 میلی گرامه، بعد از گذشتن 25 سال نصف میشه، بعد از گذشتن 25 سال نصف میشه، بعد از گذشتن 25 سال دیگه یعنی 50 سال باز نصف میشه، بعد از گذشتن 75 سال باز نصف میشه، بعد از گذشتن 100 سال یعنی 25 سال دیگه بگذره
100 سال باز نصف میشه. اجازه با گرام شما چه بگوین نصف میشه، چه بگوین ضرب یک بر دو میشه، یک مانا داره. کتله قبلی ما 24 میلی گرام است، این نصف میشه. نصف میشه یعنی ضرب یک بر دو میشه، ضرب یک بر دو میشه. 25 سال میگذره این کتله قبلی ما نصف میشه، باز 25 سال میگذره کتله قبلی ما نصف میشه، یعنی یک بر دو ضرب 24 داریم، این نصف میشه، ایما نصف میشه، نصف میشه یعنی ضرب یک بر دو میشه. باز 25 سال دیگه میگذره کتله ما نصف میشه، کتله ما یک بر دو، یک بر دو ضرب 24 داریم، این نصف میشه. اینجا درس با نصف میشه، ضرب یک بر دو میشه، نصف میشه یعنی ضرب یک بر دو میشه. بعد از گذشتن 25 سال کتله ما نصف میشه، یک بر دو داریم، یک بر دو داریم، یک بر دو داریم، ضرب 24. اینه می کتله ما، کتله که ما داریم این نصف میشه، یعنی ضرب یک بر دو میشه. بر صورت خیمه در نظر اینه می حادثه، سکن اینه می جمله را، اینمی جمله که بر ما داده شده بود، اینمی معلوماتی که به ما داده شده بود، اینمی معلومات ما تبدیل کردم به این شکل. من همیشه بر شما توصیه میکنم که اینمو تو تحلیل کرده برین سوالا. یک باری که متوجه باشین اینجا سوال با. من دو تیپ کار کردم. در مثال اول بر ما یک جمله داده شده بود، این کار کردم به شکل. این کار بر ما ساده بود. در مثال دوم بر ما اینی کار ساده بود. یک تیبل داده شده بود، تیبل تبدیل کردم چون منظم نیست. این تیبل ما تبدیل کردم به گراف تبدیل کردم. این منظم بود. منظم سه سه واحد زیاد سه چند شده میره. اینجا منظمه، منظم نصف شده میره. منظم هرگاه منظم زیاد شده بره، منظم زیاد شده بره میونه به این معنا که مثلا دو چند شوه، سه چند شوه، چهار چند شوه. منظم کم شده بره یعنی تقسیم دو شوه، تقسیم دو شده، نصف شده بره، نصف شده بره، نصف شده بره. یک بر دو، یک بر دو، یک بر دو. ما اینی رو به یک شکل دیگه هم نشته کردم میتونم، اینو به این شکل هم نشته کردم میتونم. من نشته کردم میتونم 24 ضرب یک بر دو به نمای 4. اینو من نشته کردم میتونم 24 ضرب یک بر دو به نمای 3، به خاطر که قاعده ها مساوی است، توانایشان جمع میشه. اینو من نشته کردم میتونم 24 ضرب یک بر دو به توان 2. اینو من نشته کردم میتونم 24 ضرب یک بر دو به توان 1. اینو من نشته کردم میتونم 24 ضرب یک بر دو به توان 0. ما وقتی گیر به این شکل نشته کردم متوجه یک باریکی میشم. من متوجه میشم که توان دو در حقیقت سال مربوطه تقسیم 25 ها. شما سال مربوطه را 100 تقسیم 25 بکنین 4 میشه. توان دو در حقیقت سال مربوطه تقسیم 25 ها. یک صفت مشترک شان است. 75 تقسیم 25 3 میشه، 50 تقسیم 25 2 میشه، 25 تقسیم 25 1 میشه. خیمه ای را به شکل نشه کده میتونم 24 ضرب 1 بر 2 به توان 100 تقسیم 25 سال مربوطه تقسیم 25. اینه می بین از یه مشترکه 24 ضرب 1 بر 2 سال مربوطه تقسیم 25 75 تقسیم 25. اینجا باز ما در نظر میگیرم سال مربوطه، ما یه نشته میکنم 24 ضرب 1 بر 2 به توان سال مربوطه تقسیم 25. سال مربوطه ما 50 است، 50 تقسیم 25. در حقیقت ایواز اینی دو نشته کردم 50 تقسیم 25، ایواز سه نشته کردم 75 تقسیم 25، ایواز چهار نشته کردم 100 تقسیم 25. اینجا نشته میکنم ایواز من میگم 24 ضرب 1 بر 2 ایواز سال مربوطه تقسیم 25 سال مربوطه تقسیم 25. یک صفت مشترک پیدا کردم. یعنی چی؟ یعنی هرگاه از من خواسته شد مقدار کتله بعد از گذشتن 200 سال، من میگم مساویس 24، از این صفت مشترک از یا استفاده میکنم، ضرب 1 بر 2 سال مربوطه تقسیم 25. سال مربوطه ما 200 تقسیم 25. اینه من نشته کردم. هرگاه از من خواسته شد مقدار کتله بعد از گذشتن 30 سال، مقدار کتله بعد از گذشتن 30 سال، من میگم مساویس به 24 ضرب سال مربوطه 200 بود، سال مربوطه 100 بود، سال مربوطه ما 30 1 بر 2 سال مربوطه تقسیم 25 تی تقسیم 25. این سال مربوطه است، اشتباه نکنید. سال مربوطه ما 200 بود، سال مربوطه ما تی بود. خیمه یک تا مدل، یک تا ماتماتیکال مدل به دست آوردم بر کتله ماده رادیواکتیو ام تی 24. شما هرگاه یک کسر از مخرج به صورت ببرین علامه توان تغییر میکنه. اینو شکل میتونید 2 به توان منفی تی بر 25. یک تا مدل به دست آوردم.
یک دانه مدل من اینجا به دست آوردم. خیلی در یک زمان متوجه میشم که بسیار جنجالی است، چرا بعضا متوجه صفت مشترک از یا میشیم بعضا نمیشیم. به مو خاطر باز در چپتر چهارم اونجا باز ما شما یک طریقه دیگر نشان یاد میگیریم، اونجا یاد میگیریم که به شکل ساده تر و آسان تر کار کرده بتانیم. بر صورت بر من این معلومات داده شده بود، صفت مشترک بین از یا من پیدا کردم، بعد از اون من مدل ریاضی که خودم نوشته کردم قطع ام تی مساوی به 24 ضرب 2 بنمای منفی تی بر 25، من این راحت تانستم که مدل بکنم. خوبی از این چیز من میتونم در ارتباط به آینده پیش بینی بکنم. به عنوان مثال من میخوام بفهمم که مقدار کتله ما بعد از گذشتن 1000 سال بعد، یعنی 1000 سال بگذره مقدار کتله ما چقدر میشه. شما راحت هر جا که تی داریم قیمت شنش نمی کنیم، مقدار ام تان میگیم مساویس به 24 ضرب 2 بنمای منفی تی، ببخشید عوض تی قیمت چه نشته میکنم، تی ما از اینجا 1000 نشته میکنم منفی 1000 به 25، شما راحت قیمت زیره به دست میارین. در جز دوم سوالتان در جز دوم گفته که find the remaining mass after 40 year، یعنی مقدار کتلی باقی مانده بعد از 40 سال. شما تصور کنید اینجا من بعد از 1000 سال به دست آوردم، شما میره تصور بکنید که بعد از 40 سال خواسته باشین به دست بیارین، خواسته باشین که بعد از 40 سال مقدار کتله ما بعد از گذشتن 40 سال، خینجا عوض از این 40 سال نشته میکنین، عوض 1000 40 سال مقدار کتله ما بعد از گذشتن 40 سال، من نشته میکنم مقدار کتله بعد از گذشتن 40 سال اینجا منفی 40 بر 25 یکس جز. در ارتباط به آینده پیش بینی کرده میدانیم. در جز سوم برای شما گفته شده که مقدار کتله چه زمان مقدار کتله ما 5 میلی گرم است، فکرتون باشه 24 کم شده میره 20 میشه 15 میشه 10 میشه 5، چه زمان مقدار کتله ما چه زمان نامعلوم مقدار کتله ما 5 میلی گرم میشه. یعنی چی؟ یعنی در این معادله عوض ام 25 نشته میکنیم مساویس به 24 ضرب 2 به نمای منفی تی بر 25. ایره ساده با استفاده از حل معادلات اکسپوننشیال اطراف الن میگیرین، راحت ایره حل کرده میتونین. خیلی ما مثال سیوم کار کردم، حالا ما میم سر عدد ای دنم بر ای، عدد ای چه معنا میتا؟ بحث بعدی ما عدد ایست، عدد ای چه معنا میتا؟ دنم بر ای میگم، ده نمبر این جنرس با گرامی در جاهای مختلف ما بر عدد ای تعریف میکنیم، ده نمبر ای میگیم، ده نمبر ای میگیم. ای عدد ای چه معنا؟ شما عدد ای را میشناسین این جنرس با گرامی از درسای مکتبتان؟ عدد ای در ای یک عدد غیر نسبتی است، قیمتش از 2.71821 اما تدامه داره، یک عدد غیر نسبتی است. ما شما در کلکولاس در جاهای مختلف بر عدد این تعریف های مختلف میکنیم. برای فعلا یک تعریف میکنیم، انشالله من اشتباه نکنم که در چپتر چهارم بحث سوم بگمانم وقتی بحث مشتقات میخونیم اونجا باز، یا بگمانم بمونجا هر زمانی که ما کار میکنیم اونجا باز یک تعریف دیگه برای عدد ای میکنیم. فعلا ما به خاطر از اینکه عدد ای رو تعریف کنم ات یک بحث مقدماتی میکنم. ما شما توابع اکسپوننشیال شناختیم، توابع اکسپوننشیال میتونه که باشه وای مساوی به 2 بنمای ایکس، توابع اکسپوننشیال میتونه که باشه وای مساوی به 3 بنمای ایکس. گراف هر کدام از این رسم کرده میتونیم، من میم هر کدام از این گراف شده رسم میکنم، گراف هر کدام از این جدا جدا رسم میکنم. شما تصور بکنید که 2 بنمای ایکس گراف شما رسم میکنم اینجا، وقتی ما رسم میکنیم میره 2 بنمای ایکس گراف شده رسم میکنم، 2 بنمای ایکس گراف شده رسم میکنم، اینجا هم رسم میکنم، هر کدام از این جدا جدا گراف شده رسم میکنم، من رسم میکنم. وقتی گرافشان رسم میکنم گرافشان مشابه است دیگه با یک دیگر، از این نقطه میگذر، از نقطه یک میگذرن، از نقطه یک بگین یا نقطه صفر و یک میگیم، از این نقطه گراف از این میگذره. وقتی شما گراف شده نظر میگیرین از این امی نقطه میگذره اتک شکل، اینی گراف تابع 2 به نمای ایکس. گراف تابع 3 به نمای ایکس وقتی در نظر میگیم بازم از نقطه صفر و یک میگذره، از نقطه صفر و یک میگذره، میره به شکل دقیق در نظر میگیرم آتیک شکل تابع 3 به نمای ایکس. خب من گراف از اینم در نظر گرفتم، گراف از اینم. حالا من یک بحث اضافی میکنم، چه میگم؟ هرگاه یک خط مماس رسم بکنیم در نقطه صفر و یک، هرگاه یک تا خط مماس رسم بکنیم در نقطه صفر و یک، در نقطه صفر و یک یک تا خط مماس رسم کنیم، هرگاه در نقطه صفر و یک یک تا خط مماس، بین خط مماس رسم کنیم اینجا سایبا، این خط مماس ماست، این خط مماس ماست،
اینی خط مماس ماست. در نقطه 0 و 1 یک تا خط مماس رسم کنیم. اینجا در سابقه گرامی فعلا ما یک جمله میگم در بحث مشتقات بازی رو ثبوت میکنیم. هرگاه میل خط مماس اینجا در نظر بگیریم، میل خط مماس، میل خط مماس ما به اندازه 0.7، میل خط مماس ما به اندازه 0.7. چه میگیم؟ میل خط مماس که در نقطه 0 و 1 تابع 2 به نما ایکس رسم، این خط مماس تانجنت لاین، خط مماس، خط مماس، این میل خط مماس، اشتباه نکنین، میل خط مماس. با تو جمله میگم میل خط مماس که در نقطه 0 و 1 2 به نما ایکس رسم میکنیم 0.7 است. میل خط مماس که در نقطه 0 و 1 تابع 3 به نما ایکس رسم میکنیم 1.1 است. اینی خط مماس میلش 0.7، اینی خط مماس میلش 1.1. این که از کجا میشه؟ در بحث مشتقات با زیر کار میکنیم در چپتر دوم. فعلا فقط بپذیری. حالا من یک سوال مطرح میکنم. من میبینم وقت تابع ما 2 به نما ایکس بود، میل ما 0.7 است. وقت تابع ما 3 به نما ایکس بود، میل ما 1.1 است. حالا یک سوال مطرح میکنم. آیا امکان داره که من یک تابع اکسپوننشیال داشته باشم؟ یک تابع اکسپوننشیال. وقت میل خط مماس بررسی میکنم، میلش 1.1 باشه. مایک سوال مطرح کردم. گفتم وقت 2 به نما ایکس بود، میل 0.7 شد. وقت 3 به نما ایکس بود، میل 1.1 بود. حالا من سوال مطرح میکنم. آیا امکان داره یک تابع اکسپوننشیال داشته باشم که یک تابع اکسپوننشیال داشته باشم که میلش 1.1 باشه؟ من میگم بله. من میگم بله. چگونه؟ من میگم هرگاه قاعده ما عدد ای باشه، هرگاه قاعده ما عدد ای باشه، در اون صورت وقت شما میل خط مماس در نظر میگیرین، میل خط مماس در نظر میگیرین، اینجا وقتی رو در نظر میگیرم، من میام گراف خود رسم میکنم، بازم از نقطه 0 و 1 میگذره، از نقطه 0 و 1 وقتی شما گراف از زیر در نظر میگیرین، اتو اینی ای به نمای ایکس، وقتی شما در اینی نقطه در نقطه 0 و 1 خط مماس رسم میکنین، در این نقطه خط مماس رسم میکنین، میل از این 1.1 میباشه. خی عدد ای 1 تا تعریف میکنم. عدد ای عبارت از کدام عدد است؟ عدد ای عبارت از عددی است که هرگاه گراف ش رسم بکنین، خط مماس که در نقطه 0 و 1 رسم میشه، این خط مماس میلش به اندازه 1.1 است. ما عدد ای رو تعریف کردم. اگزمپل 4 ما خودتون کار میکنین، یک بحث ساده است. این اگزمپل 5 متونم از این ما صرف نظر میکنم برای فعلا، فقط اگزمپل 4 میه که برای ای به نمای منفی ایکس منفی 1 گرافش خودتان رسم بکنین. آرزوی صحتمندی و سلامتی برای شما دارم. امیدوار هستم که نهایت استفاده را از لکچر امروزی کرده باشین. در لکچر آینده ما شما یک بحث کوتاه داریم روی انورس فانکشن ها. موفق و